سلام. اگه زمانی یه کسی بخواد درباره جامعه توتالیتر طنز بنویسه، مثل جورج اورول که این کارو تو قلعه حیوانات و 1984 کرد، احتمالاً برای مسخره کردن سیستم توتالیتر فرض میکنه که سیستم توتالیتر یه پلیس امنیت اخلاقی داره. الحق که حکومت جمهوری اسلامی دقیقا داره از روی متنایی که به عنوان طنز و برای مسخره کردن سیستم استبدادی نوشته شده زندگی میکنه و فعالیت میکنه. در واقع این جوکی که بقیه دارن تعریف میکنن، حکومت سعی میکنه اینها رو به خاطره واقعی یا زندگی مردم تبدیل کنه. یکیش هم امنیت اخلاقی است که اجرا میشه تا زنها دیده نشن. یعنی جامعه اما زن و مرد اگر زنها رو نبینن، مردم مشکلاتشون حل میشه. نه اینکه محترمانه ببینن، نه اینکه درون خانم ها رو ببینن و ظاهرشون نبینن، اصلا نبینن. اصلا فرض کنیم زنی وجود نداره، اگر این خانم ها نبودن، میدونید چقدر زندگی برای این حکومت راحت تر میشد؟ پلیس امنیت اخلاقی دیروز مشخصات حجاب امسال رو اعلام کرده. مثل شانل که هر سال رنگ سال رو اعلام میکنه و مد سال رو اعلام میکنه، پلیس هم هر سال توی ایران حجاب اون سال رو اعلام میکنه. یعنی در واقع اینجوری نیست که ما یک قانونی داشته باشیم، یه دینی وجود داشته، یه قانونی رو گفته، یک آیه برای حجاب نازل شده، اینو قرار اجرا کنه. نه، خود رئیس پلیس، مسئولین کشور هر سال 5-6 تا آیه نازل میکنن که بر اساس این آیات تعیین میکنن حجاب امسال چجوریه. فکر کن 37 سال این حکومت سعی میکنه تعیین کنه حجاب امسال چیه. یه سال میگن مانتوه، یه سال میگن مقنعه است، یه سال میگن چادره، یه سال میگن شبیه چادر عربی. هر سال یه چیزی رو تعیین میکنن که خانم ها دیده نشن. این خانم هم چون ذره بوشیشون بالاتر از این حکومته، میرن همون چیز رو، چادر باشه، روسری باشه، مانتو باشه، ساپورت باشه، هرچی باشه، یه کاری میکنن که بیشتر از همه دیده میشه. البته یه چیز دیگه هم هستا. ببینید مثلا همین خانم الهام چرخنده، ایشون از زمانی که چرخیدن و تبدیل شدن به یک خانم چادری و اسمشون از الهام چرخنده شده الهام زهرایی، از موقعی که درست چرخیده از اون طرفی بهتر دیده میشه. یعنی در واقع ما قبلش که ایشون یکی از درودافای کشور بود، مثل همون 1 میلیون تن میلیون درودافای کشور، اون موقع کسی نمیدیدش، اصلا کسی توجه نداشت. اما موقعی که این چادر رو سرش کرده، همه 7 برابر میبیننش. اینم از معجزات این حجابه. پلیس امنیت اخلاقی گفته که لباس ممکنه داره پوشیدگی باشه، اما مایه تبرج و خودنمایی باشه. یعنی در واقع مثلا مهم نیست که شما چه پوششی داری، چی رو باید قایم کنی، مهم اینه که کسی شما رو نبینه. یعنی اگر که یک زنی دیده بشه، خود به خود مجرمه. مشخصات حجاب زمستان امسال شامل این موارده: لباس نباید بدن نما باشه، نه اینکه لباس نباید زیرش دیده بشه یا دیده نباید بشه. فکر کنید یه دونه مانتو که میپوشی یا یه چادر که میپوشی، زیرش یه مانتوه، زیر اون مانتو یه پیرهنه، تیشرته، زیر اون تیشرت یه زیرپوشه، زیر اون زیرپوش هم لباس زیره. یعنی هیچ کدوم از اینا نباید زیرش معلوم باشه. مانتو نباید به شکلی باشه که تنگ باشه. حجاب کلن حجاب کامل نیست، یعنی کلاه حجاب کامل نیست. حتی اگه همه بدن و سر آدم هم بپوشه، بازم حجاب کامل نیست. تنگ نباید باشه، منقوش نباید باشه. در واقع باید یک چیزی باشه که هرچی نگاه میکنی نفهمینی که داری میبینی یک انسانه. 3 قانون اصلی داره برای رعایت حجاب مناسب. اول اینکه نباید یک زن دیده بشه، دوم اینکه نباید معلوم بشه که یک زن بدن داره، و سوم اینکه حتی امکان اگه تلاش کنن خانم ها که وجود نداشته باشن خیلی بهتره. اینجوری امنیت کشور هم حفظ میشه. پلیس امنیت اخلاقی گفته در حال تدوین شیوه نامه مشترک اجرای کنسرت های موسیقی از نظر امنیت اخلاقی است. البته معلومه در کشوری که رئیس فرنگستان هنرش آقای علی معلم معتقده که کار شجریان روی صحنه جلف بوده، وای به حال بقیه. اگر شجریان جلفه، آدمی که نه
دستش تکون میخوره، نه پاش تکون میخوره، نه سرش تکون میخوره موقعی که داره موسیقی اجرا میکنه. وای به حال خواننده های پاپ که احتمالاً همه جاشون تکون میخوره. به هر حال حدس میزنم بر اساس اون شواهدی که معلومه، شیوه نامه نظارت پلیس برای برگزاری کنسرت ها شامل مواردی باشه که بهتون میگم. اول اینکه یک گروه برگزار کننده یا خواننده باید کسی باشه که مورد قبول حکومت باشه. اگر مداح باشه یا اگر از این خواننده‌های دوزاری باشه که با این گروه‌های درپیتی برای مثلا برگزاری انقلاب یا بزرگداشت انقلاب یا از این جور چیزا زرپ و زرپ مجوز میگیرن و میرن روی صحنه و برنامه اجرا میکنن، میتونن هر کاری دلشون بخواد بکنن. مثل این مداحایی که غر میدن، میرقصن، دست و پاشون رو تکونای بیهوده میدن و با همین احوال هر چی دلشون میخواد راجع به موی حضرت زینب و من چه میدونم چهره امام حسین و راجع به همه این چیزا هر چی دلشون میخواد میگن. برای اونا نه، میتونن این همین آقای شهریاری هر مسخره بازی دلشون میخواد روی صحنه در بیاره. اما در مورد کسایی که حکومت ازشون خوشش نمیاد، خب در واقع میشه شامل همه افراد میشه دیگه، مثلا آقای همایون شجریان، آقای شجریان، آقای شهرام ناظری، بقیه خواننده های موسیقی سنتی، پاپ، محلی، همه اینها، اینهایی که میرن روی صحنه موقع برگزاری کنسرت هیچ جاشون غیر از دهنشون نباید تکون بخوره، نه سرشون، نه پاشون، نه اصلا به طور کلی. حتی اگه بتونن دهنشون هم باز نکنن خیلی بهتره برای نظم و امنیت عمومی به خطر نمیافته. قانون سوم اینه که اعضای گروه موسیقی کلن نباید دیده بشن، یعنی وقتی اعضای گروه موسیقی نشستن اون روبرو مطلقاً باید سعی بشه که دیده نشن. اگه بشه روشون یه دونه پارچه چیزی هم انداخت خیلی بهتره. مردمی هم که کنسرت رو میبینن نباید کلن تکون بخورن، یعنی در واقع اون خانومایی هم که میخوان برن برای دیدن کنسرت نمیتونن لباسایی رو که برای رفتن به عزاداری میپوشن و هزار تا جنگولک بازی داره اونها رو بپوشن، باید خیلی مرتب انگار که دارن میرن مجلس ختم اونجوری لباس بپوشن و در تمام مدت هم اینجوری بشینن و به کنسرت گوش کنن. واقعا این آقایون علما چه افکار جذابی دارن، آدم حال میکنه. اصلا پول براشون هیچ ارزشی نداره، اصلا پول چرک کف دسته. البته نه پولی که برای خودشون قراره بگیرن، اتفاقا برای گرفتن 2000 پول خودشون دنیا رو میریزن به هم، خودشون رو به 4 قطعه مساوی تقسیم میکنند برای اینکه اون پول رو به دست بیارن. اما برای پولی که برای زندگی مردم هست، اون براشون کاملا بی اهمیت. انقدر که تقوا دارن، انقدر که پرهیز کارن. مثلا همین آقای کاظم صدیقی امام جمعه عبور موقت تهران گفته که آیا عقب نشینی و قبول ذلت ما در مقابل پول ارزشی داره؟ آقا مرد حسابی، این پول که 2000 درشه‌ای نیست، 700 میلیون دلار در ماهه، یعنی همون پولیه که باش مردم زندگی میکنن، کارمندا حقوق میگیرن، خب معلومه برایشون ارزش نداره. حالا اینکه ایشون میگه ما در مقابل این نباید عقب نشینی کنیم، این عقب نشینی ننگین چیه؟ یعنی قرار در مقابل این توافقی که کرده شده با گروه 5 به اضافه 1 ایران چه کاری بکنه که عقب نشینیه؟ قراره که جمهوری اسلامی به دنیا اطمینان بده که ما مثل آدم میخواییم زندگی کنیم؟ قراره که به دنیا اطمینان بده ما نمیخواییم بمب درست کنیم؟ قراره به دنیا اطمینان بده که ما نمیخواییم رفتار تروریستی بکنیم؟ قراره به دنیا اطمینان بده که ما قول میدیم که رفتارمون در همون حدی باشه که جامعه جهانی از هر کشوری تو دنیا انتظار داره؟ و همه اینها کارهاییست که حکومت برای اینکه این قول رو بده داره پدرش در میاد. حالا بگو ما که خودمون ایرانی هستیم، قدرتی هم که نداریم، ما خودمون اصلا میتونیم به این حکومت اطمینان بکنیم؟ چجوری این کشورهایی که تو دنیا هستن و هیچ کدومشون هم از ماهیت این حکومت خبر ندارن و هر روز هم رفتارهای زشت ازش دیدن میخوام بهش اطمینان کنم؟